So, institutions appear to be bullish on crypto despite record Bitcoin outflows. میدونین که این هفته 15 هزار تا بیت کوین، من تقریبا برای این کل این هفته گفتم عزیزان یه ذره مواظب باشین، چون یه مقدار آدما دارن بیت کویناشون رو میفروشن. چه چیزایی تاثیر میکنه این صحبت رو؟ بایننس KYC کرده و مردم دارن خارج میشن، میگن برو بابا من دیگه نمیخوام باشم تو کریپتو مریپتو خداحافظ. به اضافه ترسیدن، نمیدونن دارن چی کار میکنن. They're like what should I do، بفروشم بخرم؟ گیر کردم اون وسط موندم. حالا ایشون آنوپم ورشینی انالایز کرده همین صحبت های خودم رو و داره میگن مردم دارن کم کم دارن بیت کویناشون رو میفروشن تو این رقم. و اما ببین این رقم هیچی نیست، چون مردم دارن میفروشن، آدمای معمولی میفروشن. اینستیتوشن ها که همیشه دارن میگن دارن میخرن، نشون دادم این اعتراض ویدیو قبلا نشون که آدمایی که شرکت دارن میخرن، آدمایی که نمیفهمن میفروشن. همیشه اینجوری بود. اینم آنالیز کوین تلگرافشونه که نوشته که داره تقریبا همینو میگه. حالا بریم برای امروز. همین الان اینو من سکرین شات گرفتم از یه وبسایت سیکرت و این لانگز و شورت های بیت کوینه که مردم چه فکری دارن. که ما میبینیم بیت فینکس 2 بیلیون دلار لانگ گرفته، صرافی بیت مکس 50-50ه، صرافی بایننس 50-50ه. پس ما میبینیم که 4.5 بیلیون دلار لانگ گرفتن و نزدیک 2.5 بیلیون دلار شورت گرفتن. پس ما میدونیم اون آدمایی که دارن شورت میکنن واقعا نمیدونن چی کار میکنن، واقعا they're confused، واقعا خیلی confusedن که شورت میکنن. پس ما همش میدونیم پس صرافی بیت مکس یک مقدار و صرافی بایننس داره این مارکت رو میخواد شورت بکنه. اما بزرگترین صرافی که پول دست کی هست؟ بیت فینکس بزرگترین amount of بیتکوین داره تو کل دنیا، بزرگترین پول داره و شبکه تفر سی اوش همون تو بیت فینکس هم هست. بعد همیشه نگاتون با بیت فینکس این یه دونه صرافی باشه. این صرافی بایننس و بیت مکس آشکال پاشکالن. بیت فینکس بزرگترین صرافی هست که پول معاملا بیشترین رو داره. بعد همش اینو نگاه کنی. حالا بریم برای امروز. ببینیم مردم امروز چیکار کردن؟ خریدن، فروختن، چیکار کردن؟ که امروز میبینیم 1000 تا بیت کوین امروز خرید شده. 1000 تا 1016 تا، حالا این 16 تا بالا پایین میشه تا آخر روز. اما تو 7 روزه میبینیم که 15500 تا فروخته شده و اما تو 30 روزه میبینیم نزدیک 161000 تا خریده شده. پس ما میبینیم جمعیت مردم دارن چیکار میکنن؟ دارن خرید میکنن بیت کوین. اینو داریم توی شبکه آنچین دیتاشو داریم نگاه میکنیم. میبینیم که چند تا مقدار آدما دارن شورت میکنن. اما تو آنچین امروز همه خریدار هستن. و الان میخوام برم تو چارت هم نشون که چارت به الانش چی میشه. یادتونه صبح من بهتون چی گفتم؟ گفتم عزیزان این پرایس باید بیفته که موقعی که سی ام ای هست. دیروز گفتم، امروز هم صبحش هم گفتم، دو بار دیروز گفتم. مثل این که گفتم ببین این پرایس باید بیفته چون سی ام ای گپه. سی ام ای گپ 1000 دلاری خیلی فاصله است. این خیلیه. حالا میتونی همیشه بگی نه سی ام ای گپ همیشه پر نمیشه. آره سه بار پر نشده، بقیهش که پر شده. چیزایی که بعد نگاه بکنیم اینه که الان روزانه بیت کوین رقم فیبوناچیش هست که فیبوناچی 0.618 که 48322 تا هست و میبینیم تقریبا ویک کرده زیرش، ویک کرده. و میدونیم که سی ام ای ما کجاست؟ 47700 48715 تا، که تقریبا این نارنجی اینجاست. و من گفتم ببین این تقریبا بعد این سمی گپ رو پر کنه. اگه پر نکنه و بره این زیر، دوره یه بار دیگه اینجا رو بعد تست بکنه و اینجا رو بعد پر بکنه. ببین جالبی این چارت امروز من چه تو روزانه میبینیم، میبینیم خرابه، میبینیم بده. اما تو هفتگی نگاه میکنم روزانه که بده، میگیم اصلا فینیتو تمام. اما تو هفتگی نگاه میکنم میگم اگر این خودشو یه 100 دلاری بکشه بالا، دوباره توی فیبوناچی هست و
و یه هفتگی توش میزنه که میتونه این اتفاق بشه. CME کی باز میشه؟ ساعت 2 بریتیش سامر تایم، ساعت 2 انگلیس باز میشه، تقریبا 4 ساعت دیگه است CME باز میشه. اما من میخوام برم تو یک ساعته بیت کوین، میخوام یک ساعته بیت کوین نشون بدم. ببین یک ساعته بیت کوین تقریبا از اینجا بریک داون کرده، تقریبا بریک داون کرده و تو یک ساعته میخواد بیفته. حالا خیلی چیزا میتونیم صحبت کنیم تو یک ساعته، چون همه چیز تو یک ساعته اتفاق میفته. ببین تو یک ساعته بیت کوین داره رنج میزنه. ببین شما میتونید به من بگین عمل اینجا بیرش دایورجنسه. ببین بیرش دایورجنس این نیست. بیرش دایورجنس میتونی همش بگی که موقعی که پرایس داره میره بالا و RSI میاد پایین، این پرایسش داره کنسولیدیت میکنه و RSI داره چیکار میکنه؟ داره ریست میکنه. و همطور میبینیم تو یک ساعته این مکدیش هم ریست شده به یک ساعته. پس ما میدونیم با یه درصدی که ما به خودمون میتونیم بگیم اگر این خط روند و اینجا رو نشکونه که این broadening consolidation wedge هست، این ادامه داره. حالا چیزایی که باید خیلی جدی بگیریم که میتونه تا کجاها دامپ بشه اگر از اینجا بیفته. اما بدون اگه بیفته CME gap داره یه بار دیگه بس بره به بالا به 48715 تا. پس این رقمو که تو ذهنمون گذاشتیم و میمونه. حالا رقمای سپورت بیت کوین اگر اتفاقی که نمیشه، لایکلیهودش این که این چون تو یک ساعت داره نشون میده که از اینجا میخواد بیفته is not serious، واقعا هیچ سیریسنسی نیست. صبح زود گفته بودن که اتفاقا اینجوری میشه و دیروز هم گفتن که این اتفاق میشه، چون میخوان مردم رو بترسونن که بگن تمام شد، فینیتو، بیر مارکت شروع شد، میخواستن اینو بهت بگن. آنچین دیتا مخالف این دیتاست، سنتیمنت مخالفه و میدونیم که تقریبا دو هفته دیگه ال سالوادور دیگه لیگل تندرش کرده به اضافه شرکت دیگه که میدونیم که مایکروستراتژی هر ماه فکر کنم 15 میلیون دلار خرید میکنه. چون میدونیم که اعلامای شرکت ها هم بیشتر میاد. حالا تو یک ساعته داره ریست میکنه، هنوز ادامه یک ذره داره. حالا ببینیم چقدر داره، میتونیم بگیم یه بار دیگه دام یه ویکش بکنه به این خط قرمز ریست میشه دیگه، مشکلی نیست. و مکدی دیگه ادامه هیچی نداره، تقریبا داره ریست کرده. So Bitcoin overall bullish pattern. CME به اینجاست، پس ما میدونیم پرایس باید بره با بالا دوباره و میدونیم که این RSI consolidate کرده و ادامه داره که برسه به این 48715 تا. این برای مانده و تقریبا مانده ساعت 2 دیگه، 4 ساعت دیگه این جواب بهت میده. حالا تو هفتگی که نگاه میکنی همش بولیشیم. Look at that. Beautiful. Beautiful. اگر جالبی این هفتگی اینه که تو این ترند لاینش، حالا این بیرش دایورجنس میتونی بگی که پرایس هم افتاده پایین و اما تو این اگر هفتگی امروز بالا این خط قرمز باشه، پوف، no resistance on the RSI. این کجا میره؟ This can potentially go to $53,000. و اینو داریم تو فیبوناچی نگاه میکنیم و در چندیم هفته گفتم این اتفاق میشه، چندیم هفته that this اتفاق شده و دوباره دیدیم که توی فیبوناچی که completely تو روزانه میبینیم بریشه، تو هفته میبینیم بولیشه، تو یک ساعته میبینیم بولیشه. سو هر چقدر میرم پایین تر به رقم ها، حتی اگه برم 15 دقیقه میبینیم که روند به سودی شده دیگه، به 15 دقیقه ترند لاین بولیش داره. ببین به این الان میتونیم بگیم bullish divergence. پرایس stagnant و میتونیم بگیم lower high گذاشته و اما RSI داره میره بالاتر. پس ما میدونیم تو 15 دقیقه شروع کرده به چی؟ به رقمای وقتهای بالاتر که تو یک ساعت، نیم ساعت، 45 دقیقه، etc. etc. پس ما میدونیم بیتکوین اوضاعش خیلی خوبه و این اتفاقا از دیروز گفتن که این اتفاق میشه. و این اگر ریکوردینگ میخوای ببینی به اسم crypto_god هست که دو بار اینو گفتم، هم ساتردی گفتم هم ساندی صبح گفتم. حالا بریم برای اتریوم اگنس USD به 4 ساعته میخوام اول نگاه کنیم و تارگت منو زده. تقریبا گفتم اگه اینجا بیفته میفته به این خط نارنجی اینجا، صبح اینو گفتم، و اگه به بالا بره میره به 3400 تا.
اما میدونستیم که چون گفتم بیت کوین دامپ میشه امروز، اینم رقمش باید بیفته. حالا تو 4 ساعته میبینیم که کامپلیتلی یه ریزیست لاین داره تو RSI، اما پرایس اینجوری استگننته. میبینی؟ حالا جالبی این پرایس اینه که هنوز توی ترند لاینه. این آرنجی اینجا رو میبینی؟ این از 24 جولای 2021، نه ببخشید میتونه، آره تقریبا 24 جولای، این ترند لاین اینجا خیلی اینجا سپورت هست برای ایتریوم که این رقمی که هست. پس این که داره این کار رو میکنه توی 4 ساعت که داره میفته، I'm not even worried one bit about it. I'm not worried at all. چون ما میدونیم ایتریوم دیفلیشنریه و تا حالان 71,000 تا ایتریوم برن شده. برن چیه؟ معنی خارج شده، فوت شده هوا، تمام. ایتریوم مثل بیت کوین رقمش کمتر داره میشه. حالا برای ایتریوم بریم تو یک ساعته ببینید چه اتفاقی میشه. ایتریوم همون بیت کوینه. چند بار من ایتریوم رو نگاه میکنم ببینم نشونه بیت کوین هست آره یا نه، که میبینم ایتریوم تو یک ساعته داره ریورسال یک ساعته براش میاد. همون اتفاقا دارم به بیت کوین گفتم ریورسال میاد. ایتریوم چند بار نشونه این مارکت هست که برای کوینای دیگه ریورساله. برای عزیزان که اینجا هستن، من تو زوم هستم، میتینگ آیدی و پسورد توی بایو منو، اور میتونید برید تو توییتر و به اضافه پارتنر ما که فیمکس هستش، که اگه یه دونه بیت کوین انتقال کنین 1,110 دلار فیمکس به شما میده. تیز اند سیز اپلاید اف کورس. حالا بریم برای هفتگی ایتریوم و ما میدونیم ایتریوم تو هفتگی بیوتیفول، completely beautiful، like چیزی نمیتونم در موردش بگم. تست کانفرمیشن هاشو کرده، تو هفتگی مده بالا، حالا میتونیم بگیم یه ذره همر زده به بالا، اما این چون رقم 2870 رو تست کرده و بالای 3100 تا هست، I'm not really bothered by it، اصلا هیچ نگرانی ندارم. چیزایی که بعد همش نگاه کنم که میتونه این RSI هفتگی اینجاشو بشکنه آره یا نه، اگر نتونه then I'll be worried. اما ما میبینیم تو هیستوگرام های مکتی هفتگی که این ادامه داره به بالا رفتن. Alright. بریم برای کوین بعدی که چی هست؟ ایدا. We know we love ایدا, right؟ ایدا تو هفتگی میبینیم واو تارگت های همه رو منو زد. من بالا یک ماه گفتم عزیزان این تارگت ایدا، اولش یکی تو $2.55 بود، گفتم آل تایم هایش، یکیش دومین تارگتش هم $2.91 و آخرین تارگتش هم $3.32. واو کام اون وی چی میبینیم که ایتریوم و بخش کاردانو تو هفتگی amazing beautiful. حالا باید چی کار کنه کاردانو که ما بگه که خوبه؟ well چون هفتگی داره باز میکنه، این تقریبا 3 ساعت دیگه و 2 ساعت و نیم دیگه، این بعد بیفته کاردانو. از بگم رقم مثلا $2.55 بسته شد خب تو هفتگی، مثلا نمیدونیم دیگه، بعد تقریبا 2% بیاد پایین و تقریبا $2.50 رو تست بکنه. آل تایم های پریویسش رو بعد تست کنه تو هفتگی که چی کار میکنه این 2% که بیفته؟ این روزانش رو یه ذره ریست میکنه، 4 ساعتش رو بیشتر میاره پایین چون بعد ریستش هم بکنه دوباره، و تقریبا به یک ساعته اگه بیفته این 2% تو 2.5 ساعت ریورسل کندلش میاد که میتونه ادامه بده به تارگت، با تارگت سومیش که $2.92، بعد اون اگه تونست $3 که ریزیستنس لیول سایکولوژیکال هست، بعد اون $3.32 هر موقع اونو زده. بدون که کاردانو که ببین چیزایی که اتفاق میشه کاردانو که مردم میخوان خرید کنن، ریسک به ریورد، ریسکتون خیلی زیاده، ریوردتون خیلی کمه، جای مناسبی نیست برای خرید کاردانو اصلا. حتی هم به $3 برای 50 سنت ریسک به ریورد زیاد نمیصرفه، چون ما همیشه به خودمون میگیم، از ویدیو قبلا گفتم بدن حاضر باشین، چون کاردانو چی کار دوست داره بکنه؟ دوست داره همیشه فیبوناچی رو بزنه، همیشه. سو من چی کار میتونم بکنم؟ من میتونم این فیبوناچی لاینمو در بیارم و از بالا تا پایین اینجا میتونم بکشم که تقریبا داره میگه $1.62 الان، که اگه از پایین تا بالا، پس ما میدونیم اگر
کارونا بیفته 36 درصد نیم هست سپورتش تا بیفته. ما این رقم رو میدونیم چون کارونا همیشه این کار رو میکنه. کارونا اگه از 2018 ببینیم که هر موقع هارد فورک داشته تقریبا 100 تا 200 درصد پامپ میکنه و از اون 30 تا 60 درصد دامپ میکنه. همیشه اینجوری بوده. پس ما به خودمون داریم از پیش داریم میگیم که این هر چقدر بره بالاتر درصد این که 60 تا 60 40 تا 60 درصد بیفته بالاتر ریسکمون. پس ما بعد زودی بعد استاپ لاس بذاریم برای اسپات تریدینگمون یا به یه رقمی بفروشیم. حالا همین حرفا رو گفتیم و بریم برای ویدیو امروز که امروز آپلود کردم ببینید شما چی رای گیری کردین. آلرایت، امروز ببینید کیا رای گیری کردن برای ویدیو امروز که داریم میبینیم ایاس 6 تا لایک گرفته، لینک انجین اوی 10 تا لایک گرفته، دات یونی لینک 7 تا لایک گرفته، اما یکی کوین نیستن هیچ کدومشون. او مای گاد. اوکی، پس اون که یکی کوین داره ایوس، خانم آرزو اینو کامنت کرده. او نه ببخشید، رامین XRP گفته 9 تا لایک گرفته. سو برای رامین چارت XRP رو نگاه میکنیم. XRP به USD به صرافی بایننس. اول میخوایم بریم به روزانه، اینو اوتو میزنیم و ببینیم تو روزانه چه اتفاقی کرده. فکر کنم اینو جمعه اینو نشونه، گفتم تقریبا این میره بالای این و خط این زرد اینجا رو میخواد تست بکنه. این اتفاق شده و تقریبا دیگه نمیدونم چی بگم. توی روزانه هیچی نیست به جز ببینم. RSI looks good. حالا میتونیم بگیم زر bearish divergence اینجاست، اما bearish divergence نیست چون داره price داره consolidate میکنه. یه چیزی میخوام موضوع باشن در مورد به XRP اینه که اگر این خط اینو بشکونه میتونه چیکار کنه؟ یه دابل تاپ بسازه. دابل تاپ چی هست؟ به سادگی مکدونالد ام پترن که ما میدونیم که bearishه. پس بعد سعی کنه که این خط اینجا رو نشکونه و حداقل چیکار کنه؟ خودشو بکنه ascending triangle. پس این خط قرمزم که الان اینجا کشیدم اینو نشکنه لطفا، اینو بشکونه و این خط $1.05 بشکنه، میاد پایین تر تا اگه من تارگتشو بکشم تو روزانه اگه bearish باشه میفته تا 78 سنت. یه ذره چارت هم میذارم مسیه. حالا به 4 ساعت نگاه میکنیم XRPO ببینیم که مثل بیتکوین، مثل کاردانو، مثل کوین های دیگه است که داره تقریبا خودش میخواد ریسیت بکنه، دامپاشو الان بکنه که ادامه بده که موقعی که بیت کوین میخواد پر کنه اون سی ام گپ بالاشو اینا پامپ بشن. همین از الان همشون دارن یه ذره کوچولو کوچولو دارن دامپ میکنن، اما یک ساعته آر اس آی ایکس آر پی ریورسال داره میاد. هم به مکدی هم به آر اس آی داره تقریبا داره خودشو چیکار میکنه، اینجوری کرو میکنه. موقعی که یه چیزی اینجوری میبینی تو یک ساعته تقریبا داره میگه بهت داره کرو میکنه و میخواد بره به روندهای سودی. حالا اینو میخوای کنفرم بکنی به 15 دقیقه نگاه میکنی، به 15 دقیقه میگیم که اینجا بولیش هست، رقم رفته پایین، RSI رفته بالا، پس بولیش دایورجنس به 15 دقیقه هست. پس اون تو یک ساعت تحلیلات من درسته و حالا این تو این 15 دقیقه یه ذره کم والیوم هست، اما اگه والیومش یه ذره بکشه بالاتر تو 10 دقیقه عالیه. اوکی، یه چیزی که همیشه یادم میاد که بیت کوین دامیننسه و بیت کوین دامیننس رو بعد نگاه کنیم چون بیت کوین دامیننس تقریبا ایمپورتنت دیگه. بذارین پاک کنم. ببینید که تو بیت کوین دامیننس به شورت ترم 4 ساعته پرایس رفته پایین، آر اس آی رفته بالا، پس میگیم روند به سودیه برای دامیننس که آلت سیزن میخواد خاموش بکنه. حالا من همیشه میگم زوم اوت dont zoom in right. حالا هفتگیش رو میخوام نگاه کنم و هفتگیش چی کار کرده. این داستان هفتگی دامیننس چیه؟ میدونی که همیشه من میگم یک کوینی که پامپ بکنه ولی ریتست بکنه اون سپورت لاینشو. حالا این دامپ کرده و درست تست میکنه ریزیستنسشو که ادامه بده که تقریبا بیشتر بیفته و این داره چیکار میکنه تو مکدی؟ داره میگه من باید بیشتر بیفتم، تستمو کردم نتونستم برم بالا. حالا اگه دامیننس تونست تو این دو ساعت و نیم خودش رو بکشه بالا این خط قرمز که خیلی اصلا نمیتونه، یه جوری هست که نمیتونه،
چون اگه این خواد این کار رو بکنه و تقریبا بیت کوین 10,000 دلار بعد بیفته و الانش به این سرعتی تو 200 10,000 دلار بعد بیفته که این دامیننس بعد بره بالا، که این اتفاق نمیشه. اوکی okay. اسپیشلی تو این دو ساعته وجود نداره اینجوری. حالا نمیتونه بشه، اما درصدی الانش خیلی کمه چون شرط مارکت فرق داره. چیزی که میخوام نگاه کنم بیت کوین شورتسه. میخوام بخورم بگم من هر حرفی گفتم امروز درستم یا اشتباهم. پس بهترین کار چیکار میکنم؟ میرم تو صرافی بیت فینکس و میزنم بیت کوین شورت که میخوام ببینم من درست گفتم، دارن کسی شورت میکنه واقعا این چارت ها رو اینجا رو. اگه تقریبا اگه بیاد BTC شورت و توی صرافی بیت فینکس و توی هفتگی چی میبینین تو صرافی بیت فینکس؟ بزرگترین صرافی که پولشون بیشتر از همه هست کسی شورت نگرفته، کسی شورت نگرفته، همش 1381 تا آدم شورت گرفتن تو اون صرافی و هیچی نیست. ببین اینجا رو میبینین که می بودیم، یه انسان اینجا شورت کرده، تقریبا میتونی اینجا بگی یک نفر تقریبا 200 میلیون دلار اینجا شورت گرفته و از اون خودش هم بسته. حالا همون انسان که 200 میلیون داشته الان خریدار این مارکت هست که پامپ اند دام کرده بیت کوین و میبینیم الان نیست، داره خرید میکنه همش، just purchasing. پس ما میدونیم که امروز که بیت کوین افتاده کسی شورت نگرفته، ادامه خرید دارن و ریورسال یک ساعت داریم نگاه میکنیم. به اضافه سی ام ای گپ الان به بالای ما هست، پس بعد بالا رو پر کنه. سو ما این همه درصد داریم که ما میتونیم بگیم به های دیگری اف کانفیدنس که حداقل این میتونه سی ام ای گپش رو ببنده و توی فیبوناچی ببونه یا کانسولیدیت بکنه اور 53,000 تا رو بزنه. حالا بریم برای فردا و ببینیم که این کارو میتونه بکنه یا نه. تقریبا ما کی جوابونو میگیریم؟ ساعت 2 صبح انگلیس، 2 AM BST British Summer Time. حالا این شد به تحلیلات امروز. از اینجا دیگه من استاپ